جنرال مارک میلی رئیس استاد مشترک ارتش امریکا میگوید که آینده افغانستان پس از خروج نیروهای امریکایی از این کشور قابل پیش بینی نیست. رئیس استاد مشترک ارتش امریکا میگوید که با خروج نیروهای امریکایی ممکن است اوضاع افغانستان دشوار گردد و تبعات بسیار بدی در این کشور پدیدار شود. میلی تصریح کرده است که متغیرهای زیادی وجود دارد و آینده افغانستان غیر قابل پیش بینی هست. او در بخش دیگری از سخنان خود گفته است که هنوز هم احتمال رسیدن به یک توافق سیاسی میان دولت افغانستان و گروه طالبان وجود دارد که میتواند جلو یک جنگ داخلی بزرگی را بگیرد. میلی به خروج سربازان آمریکایی و ناتو از افغانستان اشاره کرده و گفته است که خروج سربازان ما مدت ها پیش پس از انتقال مسئولیت ها به نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان آغاز شد و در حال حاضر ما مرحله آخر را سپری می کنیم. همزمان به آن ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان هشدار داده است که جنگجویان این گروه پس از این متحد نیستند که به سربازان خارجی در افغانستان حمله نکنند. با گفته او عدم خروج سربازان آمریکایی و ناتو از افغانستان تا اول ماه می به معنای نقض توافقنامه قطر بوده و رای هر گونه اقدام در برابر خارجی ها را برای جنگجویان طالب باز کرده است. از سوی هم انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته است که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ما به حمایت از افغانستان ادامه خواهیم داد. وی تاکید کرده است که سفارت آمریکا در افغانستان باقی خواهد ماند و آمریکا از لحاظ اقتصادی افغانستان را کمک خواهد کرد. اما هیلری کلینتون درباره پیامد خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان هشدار داد. هیلری کلینتون وزیر خارجه پیشین ایالات متحده آمریکا نسبت به عواقب خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هشدار داد. کلینتون روز یکشنبه به شبکه خبری CNN گفت که عواقب ماندن و ترک افغانستان پیش بینی شده و ناخواسته است. و افزود دو مورد از عواقب است که ایالات متحده باید بر روی آنها تمرکز کند. آن دو مورد شامل سقوط احتمالی دولت افغانستان و تسخیر آن کشور توسط طالبان و خطر فعالیت های گروه تروریستی جهان در این کشور است. کلینتون وزیر خارجه آمریکا در زمان باراک اوباما و کندولیسا رایس وزیر خارجه آمریکا در زمان جورج بوش اردو پیش از این نیز به اعضای کمیته وزارت خارجه مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا نسبت به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند. خبرگزاری اکسیوس برنقل از یکی از اعضای این کمیته نوشته است که بانو رایس گفته که ایالات متحده مجبور به بازگشت دوباره به افغانستان خواهد شد. کلینتون و رایس با کم اختلاف نظر در مورد افغانستان گفتند که ما برای ادامه ماموریت ضد تروریسم در خارج از کشور به این نیروها احتیاج خواهیم داشت و نگران عواقب احتمالی ناشی از خروج سریع همه نیروهای آمریکایی هستیم. این اظهار نظر خانم کلینتون هشدار جدی است و مخالفان طالبان که هنوز گنگس و گول شدند و به ارگی های بیپایه و بیریشه دل بستند. یادتان باشه بیندای گرامی، ارگیا در آخرین مرحله ارگ را تسلیم به طالبان میکنن. عزیز خدا کنه جور باشین، من این میاله در گدام سلیم کاروان هستم. واو، ای برنج میبینین؟ ای خلطه برنج سلیم کاروان داره. بعضا فکر میکنین که برنج مثل خلطه وره تغییر کرده، اما نه، خلطه تغییر کرده اما برنج عین برنج مزدار است. یک چند وقت پیش در این خلطه بود، اما آله در این خلطه است با رنگای بسیار مقبول. یادتان باشه برنج تغییر نکرده، خلطه تغییر کرده.